با سلام، لطفا پیغام و شماره تماستون رو بفرمایید تا با شما تماس بگیرم. متشکرم فروزنده. الو افسانه، افسانه رضا هم خونه نیستی؟ موبایل تو نتونستم بگیرم، خواستم بگم دارم میام ایران. الانم از بیرون متروپولیتن دارم بهت زنگ میزنم، بازم با تماس میگیرم اطلاعات پروازو بهت میگم. خداحافظ. سلام رضا، خوش اومدی. رویا حقتی. چطوری رویا؟ کسی که خواهر محترمش رو اینجوری توی فرودگاه قال بذاره، همون بهتر که پشت در بمونه. من از کجا میدونستم اومدی فرودگاه؟ بله، حالا دیگه خبر اومدن جنابالی رو باید از عروس خانم بشنویم. نه چیه؟ عروس خانم رفتن کل بچینه؟ برو تو. بیا تو. فوق‌العاده است. ارزشش رو داشت 6 ماه تحقیق و سفر و هزینه برای رسیدن به این طرح. نظرت چه دخترم؟ عالیه. اینو مدیون حمایت شما و مرحوم پدرم هستم. همیشه سایه استاد دولتخواه روی طرح و نقشه ایرونی بوده و هست. یه تیم حفاظتی باید تشکیل بدیم، مسئولش هم خودتی. تا کامل شدن این طرح کلی اطلاعات و جزئیات بایستی مخفی بمونه تا موقع بافت. بگید مهندس سالاری زود بیاد اتاق من. تا اون موقع دستگاه جدیدم آماده کار شده. رضا حواست جمع کن، ما خیلی زحمت کشیدیم بر رسیدن به این روز، مخصوصا خودت. واقعا هم این شاهکار احتیاج به یه تیم محافظتی داره. هر چیز با ارزش دوست داشتنی را نباید همینطور به امان خدا رها کرد. اگه شیشتون یه حواست جمع نکنی از دستت قاپیدن.
سلام، با من امری داشتید؟ بیا تو درم ببند. بله بفهمید. اجازه میفرمایین؟ جناب مهندس. به بابک عزیز، چطوری؟ قربونت برم. تو چطوری؟ دست درد کنه؟ مثلا این دو هفته‌ای که نبودی انگار دو سال به ما گذشت. خوش گذشت؟ ای بد نبود، سفر کاری بود دیگه. دیدن موزه متروپولیتن اونم با این همه فرهنگ و نشونه ایرانی خالی از لطف نیست. از قیافه فروزنده میشد حد زد که با دست پر برگشتی. مادم کارخونه سراغت گرفتم نبودی. چیزی شده؟ چی بگم؟ این بابا فکر می‌کنه چون صاحب کارخونه است، صاحب آدمام هست. بعدت نیادم. پدر زن آیندته. ولی مهندس کلهر رو مسئول بازاریابی برنامه 3 ساله کرده. انگار اصلا ما رو نمیبینه. سخت نگیر بابک. به هر حال مهندس کلهر تو بازارهای اروپایی ارتباطات خوبی داره. ولی دلیل نمیشه توانایی تو ندیده گرفته بشه. در ضمن قرار تنهای آقا جون تو میراث فرهنگی ثبت جهانی بشه. میراث فرهنگی؟ دقیقاً. بیا بشین. تو این مدت چیکار کردی؟ کجا بودی؟ یه سری رفته بودم خونه قدیمی پدرت. وقتی دلم میگیره میرم اونجا. تو منم خیلی وقت نرفتم. دلم تنگ شده واسه محله قدیمیم. ببینم کارگاه هنوز پابرجاست؟ نه بابا. علی مثل اینکه قراره بکوبنش و به جاش برج بسازن. نفشون. دست در نکنه. رایزنی ها و تنوع سلیقه مشتری فرنگی بررسی شده تا بر اساس برنامه 3 ساله که طراحی شده بتونیم اقدام کنیم. تکنسون های دستگاه جدید دارن برنامه ریزی مربوط به برنامه 3 ساله رو طراحی میکنن. البته باید نماینده دستگاه جدید از آلمان بیاد تا اگر احیانا مشکلی در راه اندازی پیش آمد برطرف بشه. همین امروز هماهنگ میکنم. لزومی نداره جناب مهندس کلهر، این مورد خودم شخصا پیگیری میکنم. آقای مهندس دولتخواه شما صحبتی ندارید؟ خیر قربان. آقای مهندس سالاری و آقای مهندس دولتخواه برنامه‌ریزی کردن که افتتاح خط تولید نقشه جدید قهفرخ اوایل هفته آینده که میاد برگزار بشه. ما هممون باید توجه به اهمیت این موضوع داشته باشیم و تمام کوشش و سعیمون رو بکنیم و پاداش تلاش این چند ماه گذشتهمون رو بگیریم. آقای مهندس، شما فکر نمی‌کنید که تجربیات بابک احتشام تو بخش فروش بتونه به مهندس کلهر کمک کنه؟ ببین رضا جان، اصلاً صلاح نیست. بهتر آقای احتشام در قسمت دیگه‌ای مشغول کار باشه. چون اصلاً با سیاست‌های کاری کارخونه هماهنگ نیست. درست مثل پدرش. شاید تو یادت نیاد، پدرش هم زمانی که برای استاد دولت‌ها کار می‌کرد، همینطور بود. همیشه عادت داشت نقشه های تازه و آزار آماده رو بگیره. من دوست ندارم به اینجور آدم ها ماهی بدم. دلم میخواد ماهیگیری یادشون بدم. میدونم میخوای هوای بچه محل قدیمی تو داشته باشی، ولی وقتی خودشون نمیخوام چی کار میتونه بکنی؟ خانم مجد آلمان رو برای من بگیر. چشم. خب حالا دیگه نوبت شما دوتا هست. بریم ببینم چی کار میتونه بکنی. تو هم برنامه هاتو با رضا هماهنگ کن. شاید صحبتایی داشته باشی که آقا رضا بخواد بشنوه. بعدا ممکنه فرصتی دیگه پیش نیاد. بسیار خوب. به عزتتون. میکنی نگران میشم. چرا؟ چه میدونم، یادم مسئولیت و فرش و پروژه جدید و اینجور چیزا میفتن. اینجا من دختر فروزنده نیستم و نامزد جنابالیم. نامزد من دختر فروزنده است. دختر فروزنده واسه پدرش همه چیزشه. وای به حال مردی که بخواد اونو حسابش کنه. خب پس به این زودی جا زدی؟ نمیدونم، راستش فکر میکنم هر وقت پدرت با کنایه با هم حرف میزنه بخواد بهم بوست کنه که چه احساس نسبت به تو داره. من ایدی صبح چی گفت؟ آدم یه چیز با ارزش دوست داشتنی هیچ وقت به امون خدا رها نمیکنه. خیلی خوب، الان نمیخواد دوستم کنه. رضا،
میخوام راجع به موضوع جدی با هات حرف بزنم. اگه با هم شوخی هم داریم. شوخی که کاش که همه شوخی بود. باشه عزیزم بگو میشنوم. مگه پدر محترم نفرمودن سرکار برنامه آینده تو رو به بنده منتقل کنید؟ اصلا ولش کن، وقت واسه حرف جدی زیاده. نمیخوای قضا سفارش بدی؟ حقا تو سیاست اینه باباتی. و یاد باشه یه حرف جدی و مهم طلب من. مال توه. چه؟ به پاس موفقیت در طراحی قهوه‌رخ از طرف من و بابا. رشوه که نیست. بچه پر. نه منظورم بابت اون حرفی که میخواستی بزنی و نزدیه. از کجا دونستی سلیقم چیه؟ اینو بدیم به خانم فروزنده. یه لحظه. پیشرفت کردین آقای فروزن، همه چیز عالیه. بهتون تبریک میگم. خیلی خوشحالم که دوباره نزدیک کارخونتون رو میبینم. اینها رو مدیون جوانهای مسئول و با دانشی مثل آقای دولت‌خواه هست. شما هم خسته نباشین آقا، بهتون تبریک میگم. خواهش میکنم. رضا جان لطفاً برنامه‌ریزی کارها رو با آقای سراج در میون بذار تا دستگاه توسط ایشون چک بشه. نمیخوام روز افتتاحیه خط تولید مشکلی پیش بیاد. اگه مهندس حاضر باشه میتونیم از همین فردا صبح شروع کنیم. ایشون برای همین منظور از آلمان اومدن. شما که مشکلی نداری؟ نه خب، برای همین اینجا. اصلا از زمانی که رسیدم ایران انقدر راجع به این طرح و نقشه جدیدتون شنیدم که خودم هم بی‌صبرانه مشتاقم ببینمش. گفتین اسمش چی بود؟ قهوه‌رخ. البته ترجیح میدم روز افتتاحیه ببینیدش. آقای احتشام شما رو میرسونه هتل. خیلی ممنون. از دیدن شما خیلی خوشحال شدم آقای محترم. فردا میبینم اتون. مطمئن بودم شما داماد ایدئالی برای جناب آقای فروزنده خواهید بود. مگه نه آقای فروزنده؟ برن خدا حافظ. فعلا.
فشارتون افتاده پایین، اینو بخورید براتون خوبه. نمیخوام، یه هوا بخورم بهتر میشم. آقای مهندس خیالتون راحت بشه. خدا نگهدار. به سلامت. خدا حافظ. خدا نگهدار. خوش آمدید. این با این حالش چه اصراری داره که حال مراسم عروسی رو اینقدر زودتر برگزار کنی؟ خب چه میدونم، یه خورده نگرانم، یه حس زنونه. ندیدی وقتی بهش گفتم که تو این شرایط کاری و روحی فعلا به صلاحتون نیست که بخواییم به عروسی فکر کنید چجوری نگام کرد؟ انگار من دشمنشم. جواب نمیده. خوب آقای مهندس، این دستگاه ها نو هند. ما آشبند تحویل گرفتیم، شما قرار بود اینا رو راه اندازی بکنیم. مشکل چیه؟ این تخصص من آقای فروزنده، بذارید کارامو بکنم. چون تخصص شماست تشه وردید اینجا. من فرده افتتاحیه دارم، مردم رو دعوت کردم، آبروم میره. بجنبی. درست میشه آقا. کی؟ یه هفته است میگه درست میشه. اگه ناراحتین دارین که سیگار بیارین. عجب، جناب علی ناراحتین؟ با فرست کلاس تشریف آوردیم، بهترین هتل زندگی می‌کنین، راننده دم دستتون، ماشین آخرین مدل زیر پاتون، تشریف آوردیم پیکنیک. بجو آقا. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ همه چیز طبق برنامه پیش میره؟ بله، خیالتون راحت باشه، فردا همه چیز رو براست. بسیار خوب، این نقشه پیش تو باشه. آرسی جونم، اینم اون سیدی نهایی، حتما تغییرات اعمال بشه. حتما. خسته نباشید. موفق باشید. خداحافظ. مخلص آقای سالاری. بابک خان مازم که نیستن؟ نه، با فروزنده صحبت کردی؟ گذاشته افتتاحیه، یه تموم شه بعدن. پس فعلا باید فرگی این یارو رو بکنیم. نه چه خبر، کارو خوب پیش میره؟ مهندس سراج که مشغوله، بقیهش هم که به ما ربطی نداره. یعنی چی؟ موندم فروزنده که با این مهندس اینقدر بد برخورد میکنه، پس واسه چی آوردتش؟ اصلا تحویلش نمیگیره. هرچند وقتی آقا رضای گل کنار دستش باشه که دیگه کسی رو تحویل نمیگیره. راستی از افسانه خانم چه خبر؟ خوبه، ممنون. لحظه به پایانی برنامه باشگاه جوان، پانل بازیگران جوان اینطوری نزدیک میشه. اگر موافق باشید قبل از بودید رضا، چه خبره اینجا؟ خانم باش افزار بابک، با وکیل آقای فروزنده تماس بگیر. بابا بابا
چی شده؟ چیزی نیست دخترم، نگران نباش. یعنی چی؟ چرا به من نمیگین چی شده؟ سراج، مهندس سراج دیشب به قتل رسیده تو هتل. سرگرد محمدی هستم از اداره آگاهی. آی فروزنده جهت پاسخگویی به چند سوال ما باید همراهمون بیان. ببرینشون. جناب سرگرد دارین اشتباه میکنین. آروم باشین خانم فروزنده، هنوز که ما چیزی نگفتیم. خدمتتون عرض کردم چند سوال ساده است، اصلا جای نگرانی نیست. آقای فروزنده، آقای فروزنده نقشه ها نیستن. یعنی چی؟ نقشه قفرخ، برنامه اجرایی 3 ساله، سیدیا. بسیار خوب جناب فروزنده، داشتیم میگفتیم. دیروز غروب نزدیکی های کارخونه بودم، دلم شور عجیبی میزد. شب شده بود، گفتم یه سری به کارخونه بزنم و مجددا همه چیز رو چک کنم که برای امروز صبح مرتب باشه. راه افتادم به طرف کارخونه. هنوز به کارخونه نرسیده بودم که دیدم تو ماشینی که از طرف مقابل میاد سراج نشسته، داره با تلفنش صحبت میکنه. دقیق تر که نگاه کردم دیدم خودشه، داره از کارخونه میاد. تعجب کردم، هوا تاریک شده بود. یه لحظه با خودم گفتم شاید سالاری نگهش داشته تا چک نهایی رو روی دستگاه انجام بده. نگهبان گفت کسی داخل کارخونه نیست. رفتم داخل ساختمان ایوه. دقت که کردم دیدم در دفتر سالاری باز. اول متوجه نشدم، وقتی خواستم از اتاق خارج بشم چشمم به کامپیوتر افتاد که در سیدی رامش باز. کامپیوتر هنوز گرم بود، این یعنی که تازه خاموش شده بود. نگهبان گفته بود کسی تو کارخونه نیست. فکر کردم کی میتونسته اونجا بوده باشه. بعد چشمم افتاد به کشوی میز سالاری که شکسته شده بود و باز بود. یه سیدی هم افتاده بود روی زمین. جز دفتر سالاری به چیزی دست نخوردم. مطمئن شدم که سیدی ها رو بردن. سعی کردم سالاری رو پیدا کنم، خونش نبود، موبایلش هم خاموش بود. اول فکر کردم شاید سالاری سیدی ها رو با خودش برده، ولی نه، کشوی میزه شکسته بود. بعد از اون هیچ کس نیومد به کارخونه؟ هیچ کس قربان، نه کسی اومد نه کسی رفت. پس چرا اتاق سالاری بازه؟
نمیدونم قربان، شاید یادش رفته. عوض اون زبون درازش چشای کورت باز کن و مراقب باش. اگه کسی یا چیزی سری به من اطلاع بده. شش قربان. برو داره با کن. یه دفعه یاد سراج افتادم، دیدن اون نزدیکی کارخونه، نبودن سیدی ها، کنجکاوی سراج راجب نقشه قهرخ. مطمئن شدم کار بود. هم بفرمایید. میخوام آقای سراج رو ببینم. سامان سراج. شما آقای؟ فروزنده. آقای فروزنده. آقای سامان سراج، بله. شب بخیر آقای سراج. آقای فروزنده برای دیدنتون تشریف آوردن. بله، چشم. چند دقیقه اشکال نداره. خواهش میکنم. شما میتونید ایشون رو توی سویتشون ببینید. طبقه پنجم. آسانسور هم اون سمته. سراج سراج همین؟ تا اینجا فرض میگیریم ماجرا همین جوریه که شما تعریف میکنی. البته فرض میگیریم، اما گزارش پزشکی قانونی به ما داره میگه قتل زمانی انجام شده که شما اونجا بودین. آقای فروزنده، اثر انگشت شما روی دستگیره در، روی گلدون شکسته، روی لپتاپ، همه اینها برعکس فرمایشات شما دارن شهادت میدن. نکته مشخص و واضح برای ما همین تاییدیه پزشکی قانونیه. متاسفانه باید بهتون بگم تا تکمیل شدن پرونده شما به عنوان مظنون اصلی بازداشت هستید، مگر اینکه اصلا امکان پذیر نیست. مسئله قتل در میونه. سروان عظیمی رو بگو بیاد.
طبق دستور بازپرس ویژه قتل حتی با قید سند هم نمیتونیم آزادش کنیم. آقای فروزنده به هر حال یه چیزایی رو داره از ما پنهون میکنه که اصلا به نفعش نیست. متاسفانه باید بهتون بگم که تا زمانی که ایشون به عنوان مظنون اصلی هستن نمیشه کاری کرد. مگر اینکه چیزای بیشتری یادشون بیاد یا با ما بیشتر همکاری کنن. میتونیم پیش ببریم. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که حقیقت رو کشف کنیم. ممنون. خدا نگهدار. آقای دولت‌خواه، لطفاً بدون اطلاع به همکاران ما از تهران خارج نشین. شاید مجدد شما رو بخواهیم. بسیار خوب، با اجازه‌تون. از اینترپل مشخصات کامل سامان سراج رو برام بده. بله، مشخصات کاملش رو میخوام. چی شده افسانه؟ من چرا انقدر بدبختم رضا؟ همه چی درست میشه، بیا بریم. کلیه تماس‌های داخلی و خارجی اتاق مهندس سراج از زمان اقامت ایشون. مسئول رسپشن دیشب کی بود؟ آقای جمشید مرادی، کیوان قنبری. خب آقای مرادی شیفتشون تموم شد، امروز رفتن منزل، ولی آقای قنبری اضافه کاری هستن. به آقای مرادی بگیم فردا بیاد اداره آگاهی. بسیار. آقای قنبری کجاست؟ با جناب سرمان رفتن اتاق مهندس سراج. قربان، چیز تازه‌ای پیدا نکردم. تو اون ساعتی که قتل اتفاق افتاده هیچ کس صدایی نشنیده، نه خدمه هتل نه مسافرا. ایشون آقای کیوان قنبری هستن، رسپشن هتل. در واقع ایشون بودن که آقای فروزنده رو به اتاق آقای سراج راهنمایی کردن. متوجه شدین آقای فروزنده چه ساعتی از هتل رفتن بیرون؟ چی شد؟ چرا جواب نمیدی؟ راستش نه، هتل اینقدر شلوغ و پر رفت اومده که نمیشه ورود و خروج مهموناشو کنترل کرد. منم سرگرم کار خودم بودم قربان. شما همه کسانی رو که با مسافرین هتل کار دارن راه میدیم برن تو اتاق؟ مقررات هتل این اجازه رو نمیده. این مورد رو خودم پیگیری میکنم. البته آقای قنبری هم باید پاسخگو باشن. آقای سراج خواهش کردن مهمونشون برن بالا. منم دیدم آدم محترمی هستن، عجله دارن، بهشون اجازه دادم برن بالا. بسیار خوب آقای قنبری، شما بدون اطلاع ما از تهران خارج نشین. چشم. خونه من کرجه، حتی خونم هم نرم. میتونیم بریم، ولی در دسترس باشیم. بریم سروان. سروان، فردا میری تشخیص هویت، نتیجه آزمایش اونا رو به اضافه مدارک شخصی سراش رو یا هر چیزی به درد بخوره دیگران بگیری. در ضمن چک کن ببین آدرسی که این کیوان قنبری گفته درسته یا نه. چشم. عزیز خانم، حواستون باشه خانم فروزنده خوب استراحت کنه. چشم آقای مهندس، تفلک پاک داره خودشو از بین میبره. آقای فروزنده کی برمیگردن؟ انشالله خیلی زود. چی شد افسانه جان؟ چی شده؟ چرا اینجوری میکنی با خودت؟ یه سوء تفاهم بود تمومش میره. با این کارا نه به خودت کمک میکنی نه به پدرت. رضا کمکم کن. آروم باش، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. بعد از اونم با وکیل بابات قرار دارم، اون خودش میدونه چی کار کنه. اصلا موضوع این نیست. خب پس چیه؟ عزیز خانم، میشه یه چند لحظه پای باشی؟ چشم. نمیدونم چجوری باید بهت بگم. اگه به حال روزت کمک میکنه بگو. رضا
رضا سیدیا نقشه رو من برداشتم. یه موضوعی هست که باید بهت بگم، یعنی یه موضوع مهمیه که قبلا باید میگفتم ولی هر بار که خواستم بگم جرأت نکردم. هر بارم که جرأت کردم بگم یه اتفاق افتاد که مانع شد. اون روز که حالم بد شد و شما من آوردین خونه، طرف غروب بود که تلفن زنگ زد. خانم با شما کار داره. ممنون. خواهش میکنم. بله. پدرت فکر میکنه خیلی زرنگه نه؟ منه کشون تو کارخونهش که مثلا تلافیه رفتن به آلمان و برنگشتن اما در بیاره. پیش خودش فکر میکنه من به اون مریونم لابد، اما کور خونده. چرا شو تو هم میدن؟ اگه میخوای به پدرت چیزی از گذشتمون نگم افسانه، باید اون نقشه های جدید و سی دی ها رو به من برسونی هرچه زودتر. دیگه خود دانی. کدوم گذشته افسانه؟ شیش سال پیش که درسم تموم شد پدرم منو برای گذروندن یه دوره تخصصی فرستاد آلمان. همراه من یکی از کارمندای کارخونه که زبان آلمانی هم بلد بود فرستادن تا مترجم من باشه، هم بازاریابی محصولات کارخونه رو تو آلمان انجام بده. سامان سراج بعد یه مدت تو اون شرایط غربت و دلتنگی تنها هم زبونمون شده بود. کم کم بهش عادت کردم. چند ماه گذشته بود که یه روز ازم خواستگاری کرد. میدونستم نشدنیه. معمول بود بابام یه همچین چیزی رو قبول کنه. خواستم به بابام بگم و برگردم ایران ولی اینقدر اصرار کرد، اینقدر حرفای قشنگ زد که ما اونجا با هم ازدواج کردیم. هزار بار خواستم بهت بگم ولی نتونستم. ما خیلی زود از هم جدا شدیم، خیلی زود. به محض اینکه فهمیدم اون رزل یک کثافت ارز است ولی بازم دیر شده بود. بله. احتشام هستم. خانم فروزنده تشریف دارن؟ افسان خانم، آقای احتشامم. ازشون پذیرایی کنین، من الان میام. چشم. بفرمایین تو. سلام.
سلام. حال شما؟ خوش آمدید. ممنون. بفرمایید تشریف داشته باشین. الان افسانه خانم میاد. بله، خواهش می‌کنم. سلام خانم فرزنده. سلام. بفرمایید. ببخشید. ظاهرا مزاحم شدم. ولی من از طرف کارکنای کارخونه اومدم ببینم اگه تو نبودن جناب فرزنده کاری هست در خدمتتون باشیم. به هر حال همه ما نگران حال شما و وضعیت آقای فروزنده ایم. ممنون. آقای فروزنده حق زیادی به گردن ما دارن. خبری نشده؟ سرنخی، چیزی، سیدیا، قاتل؟ نه. سیدیا که هنوز پیدا نشده. راجع به بابا هم میگن که فعلاً مزنون در جعبن. پس من زیاد مزاحمتون نمیشم. امیدوارم هر چه زودتر آقای فروزنده آزاد بشن و درست بشه همه چیز. شما باید استراحت کنید خانم. فعلاً خدا نگهدار. ممنون که تشریف آوردین. یه شیرینی به ما بده کاری ها بچه از مایشگاه. اینم دومیش خدمت شما. فقط همین هاست؟ جنازه توش جا نمیشد، گذاشتمش سردخونه. باریکلا اصلا انگشتش روشه، تو جیب مقتول بوده. کاری نداری؟ به سرگور سلام برس. تو اینجا چیکار میکنی؟ نمیدونم، دلم گرفته بود یهو سر از اینجا در آوردم. چند خوب شد دیدم. چی شده؟ بابک نمیدونم کجای زندگی من اشتباه کردم. بارها و بارها گذشته رو مرور کردم اما به هیچ نتیجه نرسیدم. من آدم زیاده خواهی نیستم بابک، ولی یاد گرفتم تو زندگیم هر چیزی که میخوام برسم اول از همه دلمو نگاه کنم، دورورمو نگاه کنم. بله سلام جام سروان. بله چشم، میرسم خدمت. از کی با مهندس سراج آشنا شدین؟ تو کارخونه 6-7 سال پیش. یه مدت تو کارخونه کار کرد، بعدش هم رفت آلمان. چند سال آقای فروزنده رو میشناسین؟ خیلی وقته، با مرحوم پدرم همکار بودن. راجب نقشه‌ای که طراحی کردیم به کسی هم چیزی گفتیم؟ اگه منظورتون بچه‌ای غیر از مجموعه کارخونه است، نه.
یعنی با سامان سراج در مورد طرح جدیدتون صحبت نکردیم. چرا؟ ولی نه راجع به جزئیاتش. حتی بگم خیلی دوست داشت کارو قبل از تولید ببینه، اما اجازه ندادم. نه، فقط معلوم بود که ازم دل خوشی ندارم. تو این از کجا فهمیدی؟ آیه فروزنده گفتن که برم سراج رو از هتل بیارم. توی ماشین حرف از کارخونه و فروزنده شد. سراج گفت قبلا واسه فروزنده کار کرده. می گفت چند سال پیش وقتی از طرف فروزنده رفت آلمان دیگه بر نگشت. واسه همین فروزنده دل خوشی ازش نداشت. همین؟ بله دیگه، مگه ما چقدر دیدیمش؟ همون چند باری که آوردم و بردمش هتل. آخرین نفر کی از کارخونه رفت بیرون؟ نمیدونم جناب سرهنگ. مهندس دولتخواه. شما شب حادثه کجا بودین؟ خونه. برای اثبات گفته هاتون شاهدی هم داریم؟ بله، خواهرم هستم. بله، بفرمایید. قربان، تمام اطلاعاتی که از سفارت ایران در آلمان و پلیس اینترپول خواسته بودی به اضافه گزارش فرودگاه مهرآباد. میتونی بریم. بفرمایید. قربان، جواب آزمایشگاه و یک سرنخ اساسی. سنجاق سر بچگانه. سلام. نقشه رو آوردی؟ من برای موضوع مهمتر اومدم اینجا. هیچ چیزی برای من مهمتر از نقشه‌ام نیست. میدونم. خودم بهتر از هر کس دیگه میدونم که اشتباه کردم. اصلا نیومدم اینجا بگم منو ببخشی. رضا، من تو بد وضعیتی گیر کردم. من نمیتونم نقشه رو بهت بدم. یعنی چی نمیتونم نقشه رو بهت بدم؟ دیگه چه خوابی دیدی؟ حق داری. بهت حق میدم از من متنفر باشی. من خودم دارم تاوان گذاشتم پس میدم. تو دیگه نمک به زخمم نپاش. بچم رضا. بچم. حالا دیگه هیچ شکی نیست. اون تنها نبوده. برگه پذیرش سراج توی هتل، اما هیچ اسمی از دخترش نیست. فکس سفارت ایران تو آلمان دیدی؟ نه. چیز جالبی توش هست؟ زنش سامان سراج 6 سال پیش تو آلمان عروسی کرده با افسانه فروزنده. یه نکته خیلی جالب داره، اونم هیچ کدومشون بهش اشاره نکردن. نه فروزنده، نه دخترش، نه دولتخواه، نه سامان سراج. چون اگه صحبت کرده بودن، خب کسایی که باهاشون بودن میفهمیدن. مثل همین بابک احتشام. چرا؟ شما میخواید بگید؟ نه، الان چیزی نمیخوام بگم. خیلی زوده، ما باید بیشتر بدونیم. دلم هم نمیخواد جایی فعلا عنوانش بکنیم. بذاریم شاید خود فروزنده یا دخترش اجبار پیدا کردن که بگن. سروان، باید حواستو جمع کنیم. ما باید بچه سراج هم پیداش کنیم. این عکس رو ببر پیش کارمند هتل آقای مرادی، بهش نشون بده ببین میشناسه.
یه حکم قضایی هم میگیری برای تفتیش خونه فروزنده. من میرم هتل رو برمیگردم، تو کاراتو بکنی، منم رسیدم. نه به بابا میتونستم بگم، نه به اون عوضی میتونستم تکیه کنم. خیلی بهم سخت گذشت تا اینکه بچه‌ام به دنیا اومد، اما سامان قبل از اینکه ببینمش اون ازم دزدید. کارم به جایی رسید که گفتم هرچی میخواد بشه بذار بشه. زنگ زدم ایران که همه چیزو به بابام بگم، اما اونم انقدر درگیر کارش بود که نتونستم. هرچی پول تو حسابم بود دادم به سامان تا باهاش معامله کنم و خاطرم ازش پس بگیرم، اما نامرد بازم به هم نارو زد. آخر سر مجبور شدم بدبخت و نامید برگردم ایران و همه چیزو تو خودم بریزم. اون روز که تو کارخونه دیدمش عزا گرفتم، جانم چه تهدیدم میکرد که اگه سر به سرش بذارم همه چیز به پدرم میگه. تا اون روز غروب بهم تلفن کرد و گفت اومده که حقشو بگیره. گفتم چه حقی؟ گفت حق نوی فروزنده رو. اون سدیا و طرح جدید کارخونه میتونه اونو تو بازار فرش اروپا خیلی بالا بکشه. گفت خاطره رم آورده که اگه به هدفش نرسید آبروی من و بابامو ببره. حالا دخترت کجا هست؟ خبر ندارم، فقط میدونم جونش در خطره. چرا به پلیس نمیگی؟ زنگ زدم تهدیدم کردم، گفتن اگه به پلیس چیزی بگم یه کاری کنم کسی بفهمه خاطرمو میکشن. اصلا اینا کیان؟ کجان؟ نمیدونم. گفتن دوباره زنگ میزنن. تو رو خدا رضا کمکم کن. سلام علیکم، خسته نباشید. آقای دولتخواه؟ بفرمید. این خانم اینجا تشریف دارن؟ خودشه جناب سروان، شک ندارم. بسیار خوب خانم فروزنده، من آمادم حرفای شما رو بشنوم. بابا تو کارخونه نبود، به رضا گفته بودم که بیرون کار داره، ولی رفتم تو اتاقم منتظر شدم که همه برن و هوا تاریک بشه.
کلید اتاقا رو داشتم. میدونستم سالار سیدیا رو کجا گذاشته. سامان بود. گفت اومده نزدیک کارخونه که نقشه ها رو ازم بگیره. بهش گفتم اینجا نمیشه. ممکنه نگهبان ببینه. بهتره تو هتل منتظرم بمونه. کلید در پشتی کارخونه رو داشتم. کسی از اون در رفت آمد نمی‌کرد. سلام. سلام. ببخشید من میتونم آقای سامان سراج رو ببینم؟ شما خانمه؟ بفرمایید فروزنده. خانم فروزنده. در حال حاضر تو اتاقشون نیستن. میخوایید براشون پیغام بذارید؟ نه نیازی نیست. من
یعنی هنوز برنگشتن هاتل؟ شاید. من بیرون رفتنشون رو دیدم اما برگشتنشون رو نه. با دخترشون رفتن؟ من نمیدونم خانم. مرادی ببخشید. ممنونم. سراج رو ندیدین؟ چرا؟ دیدمش. از هتل رفتم بیرون. عصبانی شده بودم. موبایلش رو گرفتم. خاموش بود. واسه همین دوباره برگشتم هتل. دوبار رفتین هتل؟ بله. رفتم که واسش پیغام بذارم. من میتونم یه پیغام برای آقای سروج بزنم وقتی که برگشتم بهشون بدیم؟ چند لحظه اجازه بدید؟ سلام آقای سروج، حسن نباشید. خانم با شما کار دارم. خواهش میکنم. تشریف بودید کافیش. من مسئول پذیرش گفت اون تو اتاقشه. برشد بیاد تو کافی شاپ. ممنونم. باشم. سیدیا رو آوردی؟ خاطره کجاست؟ میبینیش افسانه، اون که تو رو نمیشناسه که، بچه غریبی میکنه اینجا. چی میگی؟ اون بچه‌مه، حق دارم ببینمش. بچه‌ته؟ داری تو پولای بابات اینجا غلط میخوری؟ میدونی من با چه ملق بازی اون برای آب بچه‌تو بزرگ کردم؟ عالم از این حرفات به هم میخوره افسانه. تو اینا رو به من نگو عوضی. این تو بودی که با عیاشیات آینده اونو خراب کردی. تو بودی که اونو ازم دزدیدی. اولا عوضی اون اصلا تو راست میگی، حق با توه. خدای من چقدر احمقم که این چیزا رو نمیفهمم. تو حق داری بچه تو ببینی، بچه تم حق داره که مادرشو ببینه. فقط میگون حق من که منم آزارم از حق خودم بگذرم. ولی یه شرط داره افسانه خود. اگه مثل همیشه دختر خوبی باشی، سیدیا رو به من بدی تا من کپی بگیرم برای دوستان بفرستم و شیله پیله ای هم توی کارت نباشه، من میرم و خاطر کوچولو رو اینجا میذارم پیش مادرش. فقط وای به حالت اگه بخوای به هم کلک بزنی. من دیگه آب از سرم گذشته. فردا غروب میام خاطره رو میبرم. چاره دیگه ای نداشتم. باید شرطشو قبول میکردم. حالا اون کجاست؟ میدونی؟ خاطره رو میگم. نمیدونم. شاید فرستاده باشدش آلمان. نمیدونم. چه خبر سروان؟
از منزل فروزنده چیز خاصی به دست نیاوردیم. فقط لابلای یادداشتاش یه شماره تلفن پیدا کردم که مال سامان سراج توی آلمانه. خب این که چیز عجیبی نیست. شاید مخواسته دعوتش کنه ایران. من ریز مکالمات اونو از مخابرات گرفتم. اون طی 5 سال گذشته بارها و بارها با سامان سراج توی آلمان تماس گرفته. دیگه؟ دیگه اینکه تو ماشین فروزنده یه قفل عصایی پیدا کردم که خونی بود. دادم از ماشکا بررسی کردن. خون سامان سراجه. مرادی، کارمند هتل هنوز اینجاست؟ بیارش. بله قربان. چرا نگفتی این خانم دوبار اومده سراغ سراج رو از تو گرفته؟ دوبار؟ تو اون 10 دقیقه که ما اونجا بودم این خانم من یه بار دیدم. فکر نمی که اصلا آقای سراج توی هتل باشه. میخواست پیغون بذاره که من زنگ زدم به آقای سراج اطلاع دادم. اونم بعدش رفت کافی شاپ. یعنی تو 10 دقیقه سر شیفت بودی؟ نه. شیفت منو قنبری بود. قرار به این بود که 2 ساعت اول من فایل‌ها رو جمع جور کنم. ایشونم پاسخگوی امور پذیرش باشه. فقط یه 10-20 دقیقه رفت شام بخوره که من جاش ایستادم. بعدش هم برگشت سر شیفتش. میتونی بری. سروان، آقای فروزنده رو ببر دفتر من، چند تا سوال ازش دارم. باورم نمیشد. افسانه اونجا چیکار میکنه؟ منتظر موندم تا افسانه از هتل بره بیرون. چرا موضوع دیدن دخترتون رو تو هتل از ما پنهون کردین آقای فروزنده؟ نمیخواستم پای افسانه به این ماجرا کشیده بشه. اما پای دخترتون از سالها پیش به این ماجرا وصله. مقصر من بودم. از وقتی مادر افسانه سر زایمان فوت شد همه کسش من بودم. همه چیز منم اون بود. ولی من پاره تنم و عشق و امید زندگیم و تنها یادگار همسرم و تک و تنها تو آسمونا ولش کردم. ماجرای اونا رو هم وقتی فهمیدم که دیگه بچه دار شده بودن و سامان بچه را از افسانه گرفته بود. دیدم اگه تو اون شرایط روحی به روش بیارم بدجوری به هم میریزه. این بود که تا امروز وانمود کردم که از ماجرا اطلاعی ندارم. ولی وقتی افسانه رو با سامان دیدم فهمیدم که اون جوان جوالق یه فکرایی تو مغزش داره. ولی حیف. راجع به این چی میگین؟ اثر خون سامان سراج روشه. برده بودم بزنمش. انقدر بزنمش تا دیگه جرأت نکنه به دعوت من خرج من بیاد ایران و دخترم رو سرکیسه کنه. اصلا برای همین دعوتش کرده بودم. من دیر رسیدم. قبلا یکی دیگه حسابش رسیده بود. یعنی دخترتون پیش قدم شد. چی میگین جناب سرگرد؟ من دخترم رو تو کافی شاپ دیدم. 2 دقیقه بعدش از هتل اومد بیرون. آقای فروزنده، موضوع اینه که سامان سراج تو همون چند دقیقه به قتل رسیده. شما خبر دارین سرقت کارخونه کار دخترتونه؟ حتما اونم دلایل منطقی برای این کار داشته. من ازش شکایتی ندارم. از قول من به دخترم بگید دیگه خیالش راحت باشه. دیگه کسی نیست که اونو سرکیسه کنه. سروان، آقای مرادی رو بیار اتاق من.
شما میدونین خاطره بچه سامان نوه شما الان کجاست؟ خیلی دلم میخواد بدونم. بیا تو. آقای مرادی، این آقا رو اون شب تو هتل دیدین؟ بله قربان، خودشونه. شما این آقا رو میشناسین؟ آقای فروزنده، خوب فکر کنین. این آقا اون شب با اتاق سراش تماس گرفته، شما رو فرستاده اتاقش. نه، یه آقای جوانتر از ایشون من راهنمایی کرد. بله، آقای قمبری رو میگن. شما چطور من یادتون نمیاد؟ بهتون گفتم آقای سراش تو کافی شاپه. شما میتونین برین ببرش. حرف تازه‌ای هست که بخوایم بزنیم؟ بله، این که دخترم توی ماجرا هیچ گونه دخالتی نداره. اینو یه بار گفتیم، میتونی تشریف ببرین. حکم نیابت قضایی برای کنترل تلفن دختر فروزنده رو گرفتم. اقدام کنم؟ آره، احتمال اینکه به سرنخ جدیدی برسیم خیلی زیاده. ببین، هم این هم پدرش انگیزه کافی رو برای قتل داشتن. اما رسپشن هتل و آقای فروزنده ادعا میکنن شب قتل با اتاق سراش تماس گرفته و با اصرار اون فروزنده رو فرستاده تو اتاقش. خب تو این ساعتی که اینا ادعا میکنن همچین تماسی ثبت نشده. یعنی شما... یعنی یکی داره دروغ میگه این وسط. تا کی بعد اینجا بمونه؟ دولت خواه اینجاست نامزدش؟ بله، همونطور که شما گفتید جفتشون رو آوردن. ببر تو اتاق من. بفرمایید بشین. ببخشید منتظرتون گذاشتم. آی دولتخواه، به هر حال شما نامزد خانم فروزنده هستیم. من یه سوال از خدمتتون داشتم. توی این مدت به مورد مشکوک یا تلفن مشکوکی چیزی که بتونه به حل این ماجرا کمک کنه برخورد نکردین؟ جناب سرگاد، هر موردی که مربوط به من و کارخونه مسئله میشه خدمت شما عرض کردم. ولی با این حال چشم، اگه مورد مشکوکی دیدم حتما بهتون میگم. لطف میکنیم، من شرایط شما رو درک میکنم. همکاری شما با پلیس میتونه خیلی موثر باشه. یه چیز بی‌تعارف بگم خدمتتون، اگه باهاتون همکاری میکنم به خاطر حس کمک به پلیس نیست، به خاطر خودمه. خب این که خیلی خوبه، میفهمم. من یه خواهش دیگه از شما دارم، خانم فروزنده رو تنهاش نذارین، مراقبش باشین. اینو از زاویه پرونده پلیسی که به ایشون هم مربوط میشه عرض میکنم. اگه درخواست پلیسی، چشم، سعی میکنم تنهاش ندارم. خیلی ممنون، میتونین تشریف ببرین. با عزت. بله. یه لحظه لطفا بزن بقل. جانم رویا سلام، کجایی؟ دارم میام خونه. چی شد؟ افسانه چی کارش داشتن؟ با منه، میام واسه تعریف میکنم. آهان، راستی مهندس کلهور زنگ زد گفت یه سری بره پیشش.
باشه باشه باشه، خیلی خوب خیلی خوب، من بهش زنگ میزنم. خدافظ. اونا میدونستن من اداره آگاهی بودم، بهم گفتن حتی اگه یه کلمه به پلیس چیزی بگم یا کاری بکنم که پلیس شک کنه خاطره رو میکشه. نمیدونم چرا فکر میکنی میتونی پلیس بازی بدی. تا کی دیگران باید تاوان خانواده فروزنده رو بدن؟ اگه احساسات مادرانت گل کرده، اگه فکر میکنی جون بچه تو خطره، ما این قهرمان بازی رو به جایی نمیرسیم. مثلا اونا کیان؟ چی میخوان؟ میگه شریک سامانه، از همه چیزمونم خبر داره، پول میخواد 300 میلیون. اینا ماشینتون. تو که نمیخوای منو تنها بذاری؟ ببین خانم فروزنده، من نمیدونم چی تو سرت میگذره، یه جور صحبت میکنه انگار من فرشته نجاتم. این مملکت قانون داره، پلیس هم کار خودشو بلده. من منزی کافی فریب خوردم. خواهش میکنم با من اینجوری حرف نزن رضا. به خود من قصد فریب کسیو نداشتم. آخه چه جوری بگم؟ پای زندگی دخترم وسطه. چرا نمیفهمی؟ تو حق داری هر جوری که دلت میخواد راجع به من فکر کنی. علی رضا، الان یه مادر داره ازت خواهش میکنه. من یه مادرم، خواهش میکنم. احتمالاً دوباره با دختر فروزنده تماس میگیرن. به بچه‌ها بگو آماده باشن، به محض تماس مجدد دقیق ردشون رو بزنن. چشم قربان. گفتن 300 میلیون میخوان؟ بله قربان. ببینم بچه‌ها نگفتن تماس قبلی از کدوم نقطه یا کدوم حوالی بوده؟ چرا ظاهراً از محدوده کرج زنگ زدن. کیوان قنبری گفت خونش کجاست؟ کرج. دختره باز با چه روی بلند شد اومده اینجا؟ یواشتر بابا میشنم ازش. چی یواشتر؟ تو باز دوباره خامه این دختره شدی؟ گوش کن رویا، به هر حال قرار بود یه روزی همسر من بشه. اگه الان کمکش میکنم فقط به خاطر اینکه یه مادره، نگران بچه‌ش، همین. از تلفن عمومیه دوباره؟ بله. بله. آره. الو. بله. با تو کار دارم. بله. خیلی خوب باشه، سعی خودمو میکنم. کی؟ کجا؟ الو؟ الو؟ کی بود؟ همونا بودن، میدونستن من اینجا. خب چرا به پلیس خبر نمیدی؟ بله بله بله. بفرمایید.
حدستون کاملا درسته قربان. پای نفر سومی هم در میونه. از یه تلفن عمومی تماس گرفتن. اولی محدوده کرج، دومی هم مال یکی از محله های قدیمی تهرانه. نه، فقط اینو میدونیم که افسانه فروزنده قراره یه چیزی رو یه جایی برای اونا ببره. کجاشو نمیدونیم. اونا فردا با هم قرار گذاشتن. نکته جالب اینه که افسانه فروزنده الان دقیقا همون جاییه که اونا میخواستن. خونه دولتخواه. من فکر میکنم یه ارتباطی بین فروزنده، کیوان قنبری و سامان سراج هست که از این ارتباط دختر فروزنده بیخبره. از کیوان قنبری چه خبر؟ هم خونش هم هتل تحت کنترله، اما هنوز پیداش نکردیم. یه چیزی رو من سر در نمیارم. اگر سامان سراج با دخترش اومده ایران، با دخترش رفته هتل، پس چرا تو برگ پذیرش هتل ثبت نشده اسم دخترش؟ به همون دلیلی که شما گفتین. من برگ پذیرش هتل رو دیدم، اونو کیوان قنبری امضا کرده بود. کیوان قنبری میتونه برگ پذیرش هتل رو عوض کنه تا پلیس به مفقود شدن دختر سراج پی نبره. حتی اون تماس تلفنی هم میتونه الکی باشه. یعنی در واقع قنبری وانمود کرده که داره با سراج صحبت میکنه تا هماهنگ کنه فروزنده بره بالا. اما در واقع داشته نقشه میکشیده تا فروزنده رو بالای سر جسد سراج ببره. آفرین. پس حالا میشه مطمئن شد که کیوان قنبری از جای دختر سامان سراج خبر داره. به بچه‌ها بگو برای فردا آماده بشن. تیم ویژه مبارزه با آدم ربایی رو هم در جریان بذار که فردا ایشالله نتیجه مثبت بگیری. بفرمایید. آقای دولتخواه، زود رسیدید. به جناب فروزنده که دسترسی نیست. کی راجع به طریق افرو صحبت شده؟ نمیدونم، اما صبح به من فکس زدن. منم چند روز پیش جزئیات طرح جدید رو به اونا گفته بودم. حتی قرارداد پیش فروش جدیدم براشون فرستاده بودم، هم آلمان و هم انگلیس. منتها صبح که با من تماس گرفتن گفتن که پیشنهاد بهتری دارن از همون طرح. نگفتن کی از کجا بهشون پیشنهاد داده؟ خب اونا معمولا پیشنهادات ارزونتر رو از جاهایی مثل چین و هند میگیرن. چی میخوای بگی مهندس کلمون؟ من فکر میکنم کسی که الان اون نقشه ها و سی دی ها رو داره حتما از مناسبات بازار فرش ما هم خبر داره. مشتری های ما رو هم میشناسه.
چیکار داری میکنی؟ پرسیدم چیکار میکنی؟ توضیح میدم الان بهت رویا. رضا، ای وای نه تو رو خدا، توضیح میدم بهت رویا. رضا، خبر شو رویا؟ هیچی، دیر رسیده بودم نقشه ها رو دزدیده بود. بی چشم رویا من اندازه داره به خدا. میشه توضیح بده تو اتاق کار من چیکار میکنید؟ میشه بفرمایید که طراح پدر من دست شما چیکار میکنه؟ شریک سامان اینا رو میخواد. گفت اگه تو فردا بهش نرسونم دیگه دخترمو نمیبینم. لا اله الا الله. خدا راست میگم. اصلا قرارمون این نبود. همین بعد از اون که تو اتوبان بهم تلفن کردن اینو خواستن. میشه بفرمایید دزدای محترم دخترتون از کجا از نقشه های قدیمی ما خبر دارن؟ نمیدونم. به خدا منم نمیدونم. نمیدونم چرا فکر میکنیم ماها احمقیم. مگه صبح نگفتم نمیخوام آیندهمو خراب کنم؟ مگه نگفتم نمیخوام با تناب پوستی تو برم ته چاه؟ نگفتم؟ این بازیه چیه در میاری؟ اگه میخواستی طرح پدر به خارجی ها بفروشی به خودم میگفتی. میدونست اونقدر خر هستم که قبول کنم. این بازی ها چی بود در آوردی؟ چی میگی؟ فروش نقشه ها یعنی چی؟ چرا نمیفهمین؟ اون طفل معصوم دست اون کثافت هاست. به خدا دارم داغون میشم. چجوری بگم که کمکم کنی؟ چی کار کنم که باورتون بشه؟ سلام خانم فروزنده. سلام. طبق فرمایشتون همه $100. دست شما درد نکنه. خشم. ممنونم. بفرمایید. شما بفرمایید. بله. گوش کن ببین چی میگم. میای طرف جاده تهران سر و مستقیم به سمت بالا مرکز. خیلی خوب باشه. فقط حواستو جمع کن که کسی دنبالت نباشه. فهمیدی؟ باشه تنها. حالا باید چیکار کنم؟ جناب سرگرد ماشین مورد نظر حرکت کرد. الان تو جاده تهران سرم. مستقیم حرکت کن تا جایی که یه تابلو ببینی روش نوشته باغ فروشی. به تابلو که رسیدی بپیچ دست چپ جلوی باغ فروشی نگه دار. گوش کن عزیمی، هیچ کس تا وقتی که من دستور ندادم اقدامی نکنه. سروان
مرکز مستظر باشید، به موقعیت اعزام و سوژه مورد نظر دختر بچه اعلام میشه. برو جلو، برو جلو. چه خبره بوق میزنی؟ سر آوردی؟ جلو بسته دیگه. هی بوق میزنی. برو جلو. آقا جان. آقا جان. با کسی کار داشتی؟ میخواستم بگم این خانومه سابقه که الان اومد اینجا. واسم بهش بگم. صاحب باغ؟ خدا بداره تو بیامرزه، اگه این باغ صاحب داشت که بررسه نمیذاش واسه فروش. پس این خانوم کجا رفت؟ شوهرش نیم ساعت پیش اومد باغو ببینه برای خریدن. به منم گفت هر وقت سرم اومد بیارش تو اونم ببینه. ماشینش دم اون داره. گمونم رفتن. آره از در پشتی رفتن. نمیدونم خانومه چرا ماشینشو نبرد. سلام جناب سرگرد. دولت‌ها هستن. باشه. باشه آقای دولت، با شما همونجا بمونی، خود سرم کاری نکنی. خداحافظ. عظیمی بگوشم. آدرس سوری بود. آره آدرس سوری بودش. آخرین تلفن‌های دکتر فروزنده رو ردش گرفتی؟ بله قربان از کرج. کجا؟ گفتی کجا؟ یه تلفن همگانی توی کرج. الان دولت‌ها به من زنگ زد رفته همونجا. تو هم سری خودتو برسون به محل، موقعیتو چک کن تا من خودمو برسونم. حواست به سرگرد دلیری باشه. چشم قربان. تمام. تمام. پولم که شمردی درسته. حالا بگو بچم کجاست؟ بچم کجاست؟ به هوش اومد. باباش. سرگرد دلیری خودمون چطوره؟ سرگرد ما نمیدونیم تو کارگاه چه خبر و چند نفرن. به نیروهات بگو دست نگه دارن. جناب سرگرد من وظایفم خوب بلدم. یک دخترم تو گروگان گرفته شده. وظیفه من نجاتون و مادرشه. اینو منم میدونم سرگرد. ولی یه نفر رفته اون تو، شاید مسئله رو مسالمت آمیز حلش کنه. سرگرد من فکر میکنم تو این موقعیت بهتر اکنون به وظیفه خودمون عمل کنی. همیشه داری برنامه همون به هم میریزی. مثل همیشه اومدی جلو اون بگیری کاری رو که میخوام و میتونم انجام ندم. نه نشد خانم فرزنده. قرارمون این نبود. قرار نبود این بچه محل قدیمی رو خبر بکنی. چی میگی بابک؟ منم رضا دوست دشمنت که نیستم. تو دشمنی رو به چی میگی؟ این که من 20 سال تحقیر شم دشمنی نیست؟ این که همش باید یادم باشه من پسر کارگر بابای تو بودم دشمنی نیست؟ که جایی که تو باشی من حتی حق ندارم عاشق بشم دشمنی نیست؟ حالا نذارین بعض از اینی که هست بدتر بشه. من یه آب از سرم گذشته، کاری نکنین که مجبور شم. تو دیگه چی میخوای؟ به هر چی میخواستی برسی رسیدی که
برو بیرون و ببین اگه اوضاع مرتب ببری. ببین بابک جان، من میخوام بهت کمک کنم. تو اصلا تو شرایط خوبی نیستی. من اصلا نمیفهمم برای چی این کارو کردی. اومدن من به اینجا هیچ ربطی به خانم فروزنده نداره. اون نقشه برای کسی مهم بود که ارزش واقعی اونا رو بدونه و تو میدونستی. خیلی خوب، نقشه ها پیش توه. بچه رو بلش کن بذار بره پیش مادرش. خانم فروزنده. مادر. بدبخت بیچاره، میبینی؟ حتی تو هم بازی دادن. فقط همون چهار نفرن؟ ببرینش. نخور بچه، داشتم تمومش میکردم. بازی احمقانه داشت تموم میشد. اگه تو نمی اومدی اینجا، اگه قبلش اون سامان استراج عوضی به ام نارو نمیزد، کار به اینجا نمیکشید. تو همون چند روزی که باش رفتم اومدم فهمیدم چی تو سرشه. وقتی منم براش درد دل کردم، دیدیم هر دو توی یه چیز وجه مشترک داریم، این که حقمون از فروزنده بگیریم. اون همه گذشتش رو برام تعریف کرد. تو آلمان، ایران، کارخونه، منم تمام چیزایی که تو کارخونه اتفاق می افتاد رو براش گفتم. فقط اون یه چیز رو نمیدونست، این که کیوان قنبری آدم منه. خریدمش. اون سراج احمق فکر اینجاشو نکرده بود که اگه بخواد بهم نارو بزنه من میفهمم. خاطره بابایی کجایی عزیزم؟ خاطره خانوم؟ خاطره؟ اینجا نیست. سلام آقا بابک. خاطره کجاست بابک؟ گفتم اینجا نیست، تو رستورانه پیش کیوان. کیوان دیگه کیا وصله داری تو؟ اما افسانه رو دیدی؟ نقشه ها رو گرفتی؟ نقشه کدومه؟ چند تا سی دی الکی داره. بیا. نه دیگه نشد، قرارمون این نبود. بابک جان خاطره تنهایی میترسه عزیزم. من با تو رو راست بودم، اما تو هم از جنس آشغالایی مثل فروزنده ای. خرتون که از پل گذشت همه چی یادتون میره. شما احمق. احمق خودتی مردی که عوضی. کارا چی میکنی بابا؟ منم سامان. دیگه نمیخوام بذارم آدم های عوضی مثل تو کلا سرم بذارن. بابا اصلا من زنگ میزنم افسانه فردا همه نقشه ها رو بیاره بذاره کف دست شما. خوبه؟ مردی که دور بود. غلطی میخوای بکنی. اکبر. نمیخواستم اون اتفاق بیفته. نمیخواستم.
کاش این اون سامان احمقم میفهمید. بابک جان حالاش هم دیر نشده، همین چیزا رو به پلیس هم میتونی بگی. آره آقای احتشام، به خدا ما هم کمکت میکنیم. کمک؟ چی شده؟ دختر فروزنده میخواد به من کمک کنه؟ خدایا ببین چه آدم های دلسوزی پیدا میشن، میخوان به یه آدم بدبخت کمک کنن. دیر شده خانم فروزنده، دیر شده. خیلی وقت میشه باید این کارو میکردی. حالا اینقدر منو احمق فرض نکنین. تا این برگ برنده دست منه، این منم که آخر بازی رو تعیین میکنم. بس کن دیگه. کدوم بازی؟ چجوری بهت بگم؟ من به خاطر تو هر کاری انجام میدم. به رو آقا جون دلم نمیخواد بلای سرت بیاد. بچه رو برش کن بره. بچه رو برش کن. گفتم جلو نیا. کیوان پس کدوم گوری موندی؟ قربان تو تیر رسه سوژه رو دارم میبینم. دختر بچه مزاحمه. نمیشه کاری کرد. برو عقب. خلاص بابک جان این بچه چه گناهی کرده؟ چی بهت بگم؟ من که میدونم تو قاتل نیستی، چون مطمئنم همه چیز همون جوریه که تو گفتی. ولی خب خودت هم یه کار کن که باورم بشه. تو که نمیخوای به جون این بچه بازی کنه که به هدفت برسی ها؟ خیلی خوب، پس بده به مادرش. بعد از اینکه پلیس بیاد میتونی فرار کنی. بچه دست و پاگیرت میشه. بسته رضا خفه شو، واسه من عدا در نیار. وایسه سر جات، مجبورم نکنیم. این بچه ترسیده بابک، چرا نمیفهمی؟ برو عقب، جلو نیا. میزنم رضا، جلو نیا. میزنم ها، جلو نیا. قربان چیز دیده نمیشه. گفتم جلو نیا رضا، بهت گفتم جلو نیا. چیکار کردی دیوونه؟ میخوای هممونو بکشی؟ رضا خراب کردی، همه چی رو خراب کردی. داشتم درست میرفتم. هنوزم دیر نشده بابک، باور کن. ما الان نمیذارم، نمیذارم تو برام تصمیم بگیری. میرم که گره آخر خودم بزنم. کلی فکرهای بلند بلندی داشتم. میدونی وقتی آدم میدونه دو قدم دیگه تا مرگ بیشتر فاصله نداره چه حسی داره؟ نه تو نمیدونی، چون همیشه تو توی بودن بودی و من توی نبودن. Thank you.
چرا نشد رضا؟ اینم سهم من بود، نتونستم گره آخر رو خودم باز کنم، سعی کردم عاشق باشم مثل تو، سعی کردم عاشق بمونم ولی نشد، واسه من نشد رضا، نشد.